شما همراه باشین در ساعت سوم برنامه صبح زندگی با ما همچنان که گزار شد زنده از هم باز هم داریم همچنان خبرهای تازه از جهان سینما و ورزش و همچنان نظریاتی که از شما داریم در ساعت سوم برنامه در رابطه و وضعیت مهاجرین در افغانستان اگر تا حالا نفرستادین میتونین همین لحظه سر بزنین به صفحه فیسبوک صبح زندگی و نظر و رو ما بفرستین و ما هم در ساعت سوم نظریات شما را به خانش میگیریم وضعیت مهاجرین در افغانستان حالت خیلی بحرانی در فیلندر. در خود داره حتی آماری که ما در ظرف نو ماه گذشته در خود افغانستان تنها داریم شاید هستیم که 90 هزار شهروند افغان آمدن مهاجر شدن که از جمله اینها تقریبا مجموع همین مهاجرینی که تعدادشان به 90 هزار میرسه از 11 ولایت هستند که ولایت هایی است که کلا جنگ زده هستند و مردم مجبور هستند به خاطر از اینکه زنده بمانند بیاین و از یک ولایت به ولایت دیگر مهاجرشان و همچنین آماری که از بسته شدن مکاتب ما داریم از بسته شدن مساجد ما در اختیار خود داریم و همچنان از مراکز صحی که در دسترس ما هست بعدا در جریان گفتگوهای خود با آقای جاوید امری بحث میکنیم و از ایشان هم بشنیم که امروز با ما هستن استاد دانشگاه ببینیم در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان ویژه شدگان داخلی در افغانستان چه گفتنی هایی دارن استاد خوش آمدین به صبح زندگی صبحتان بخیر سلامت باشین بسم الله الرحمن الرحیم یا کنا و یا کنستاین اولا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همکاران عزیزان و از طریق تلویزیون شما برای تمام عزیزان که همین کنون ما را از طریق تلویزیون شما نگاه میکنن سلامت, سلامت باشین ممنون باخره. از اینکه امروز برای ما وقت دادین شکار. قبل از اینکه بپردازیم به اوضاع داخلی افغانستان مخصوصا در رابطه با خود مهاجرین میخوایم اول از خود مهاجر برای ما بگین به چه کسی مهاجر گفته میشه خیلی خوب اولا چه خوب است که از نگاه لغوی معنی کنیم مهاجر میگه در لغت به معنای هجرت کننده و یعنی به اشخاص اطلاق میشه یا افراد اطلاق میشه که بنابر مشکلات اقتصادی مشکلات ناهمنی مشکلات بیکاری باعث میشن که آ, کشور خود ترک بکنن و آ, از یک کشور به کشور دیگه اونا باید برون یعنی مهاجر شوند مسکن پذیر شوند با اشخاص ما میتونیم که مهاجر بگویم خیلی خوب نظر به عماری که ما در دسترس داریم تا یه ده. نو ماه گذشته در افغانستان حدود 90 هزار شهروند ما بیجار شده و اینا اکثرا از 11 ولایتی هستند که بیشتر جنگ جریان داره بله. حالا میخواییم که از شما بشنویم دلیل این مهاجرت ها اکثرا چه بوده میتونه بجز اینکه جنگ های داخلی در افغانستان خیلی خوب سلامت باشین واضح هسته که تعداد کسانی که مهاجر میشن در آه. کشورهای ایران، پاکستان، دبی یا در کشورهای اروپایی امه. بیشترین کسانی هستند که اونا عبارت از جوانا هستند بله. یا بیشترین از کسانی هستند که بنابر مشکلات اقتصادی، مشکلات ناهمنی، مشکلات فقر و بیچارگی یا یکی از موضوعاتی که ما امروز داریم بیکاری هست بله. باعث میشن که اینا بروند و کشور دیگه مسکن پذیر شوند امه. و امید و هارزوی از اونا همی هست که باید دروژا یک کار را پیدا کنند یک مصرفتی را پیدا بکنند و در روزه باید یک امید و حرزو این ای را دارن تا بروند در خب یگونه مشکلاتی که ما امروز در افغانستان داریم مشکلات خود جوانایی را داریم که واقعا تحصیل کرده هستند جوانای را داریم که واقعا جوانایی خیلی بایستداد هستند که ما هر سال می بینیم که در مدت هر پنج سال ما واقعا از طریق دانشگاه ها محسنین ما فاروق میشن با. یعنی ما هم از طریق سوی لسانس و حتی هم ماسترهای را داریم این که از اینکه دولت ما هنوز هم نتوانسته نتوانسته که تعداد از جوانایی که واقعا اینا از دانشگاه ها فاروق میشن برای کار یا برای شغل اونا را باید جذب بکنه یا استخدام بکنه آه. خب مجبور مکلف میشن که بنابرای زیم مشکلات ها یا برون و برون هجرت بکنن در یک کشورهای دیگه به خاطر یک لغمنانی ای باعث میشه که میره از جوانای ما در کشورها و به گفته خودتان که ماری که امروز ما داریم همی هست که بیشترین از ولایت ها واضح هستند ها ما محدود کرده نمیتونیم که در کدام ولایت ها بیشتر جوان ها حاسب پذیر تعداد از هموطن ما حاسب پذیر هستند که یا میرون در کشورهای دیگه میرن و هجرت میکنن یا مهاجر میشن ما در کل در سی ولایت افغانستان از لحاظ این بنابر مشکلاتی که اول چیزی که ما مشکل داریم ناهمنی هست اه. فقر او بیچاره کی په شرم یاد اوښتم مې هسته کې خونواده‌های محترم محترم ما میرونو در کشورهای خیلی خوب حالا گذشته از کشورهای خارجی اگر بیایم بحث بکنیم روی بیجا شدگان داخلی که در خود افغانستان هستن فکر میکنین این بیجا شدگان داخلی که از یک ولایت به ولایت دیگر میرن چقدر میتونن این بالای خود وضعیت افغانستان و بسته شدن مکاتب و مساجد و مراکز در بخش اقتصادی چقدر میتونه برای افغانستان تاثیر گذار بله. واقعتش و یگانه موضوعی که ما امروز چالشی که در افغانستان داریم اینمی می تعداد از کسانی را داریم که از لحاظ گراف اگر ما آه. ببینیم واقعا بیشتر از 50 فیصد از هموطنان ما از خانواده های محترم ما خصوصا های عزیز ما که در از کشورشان اینها میروند و به کشور خارج اینا مهاجر میشن این یکانه موضوعات است که امروز یکانه چالش که ما در داخل افغانستان داریم امی هست که نبود کار است <تصفح> یعنی نبود کار باعث میشه که مجبور مکلف شد اینا کشور خود ترک بکنن و برون. <تصفح> خب و در زمین از در کشورهای خارج میرن ما از طریق رسانه ها همیشان میبینیم در زمین از اینا به امید یک کار و وظیفه که اونا در اوجه میروان و از یک طریق هم تعداد از جوانای ما که وا میروان در مسیر راه اینا به هلاکت میرسن از بین میروان یا تعداد از جوانای ما هستن که به خاطر کار دیش میرن بنا به در هر مشکلاتی که باعث میشه در عطا ما از طریق دریاها میبینیم که اینا غرق میشوند در بهرا از بین میروند خواهی یگانه چالش یا مشکل بسیار بزرگی در داخل افغانستان هستند و یگانه قبلا هم از طریق بعضی از رؤسارها از طریق خود وحدت ملی همیشه اینا اعلام کردن و وعده ها را دادن که یگانه هارزوی ما و امید ما همی هسته یا خواست ماهمی هسته که ما جوانان را باید به کار استخدام بکنیم آقای عمری حالا میخوایم بس مشخصا روی بیجا شدگان داخلی باشه بله. بیجا شدگانی که از یک ولایت میان به ولایت دیگه میرن نظر به مشکلات امنیتی بله. این چقدر میتونه بالای خود وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر داشته خیلی خب واضح هست ما فعلا در سمت شمال که در خود ولایت جوزجان ما سکونت پذیر می باشیم ما های بسیار زیادی داریم به طور مثال ما از لحاظ امنیتی ولایت سرپول یکی از ولایت های واقعا باستانی هست بله. که در اوج بنا مشکلاتی که هست مشکلات ناهمنی وجود داره مثلا در ولایت فاریاب مشکلاتی را داریم که واقعا بنا بر ازی که مخالفین از لحاظی که بالای خود دولت واقعا از لحاظ میبینیم خیلی نزورمند هستند بله. مجبور و مکلف میشه که تعدادی که در کسایی که در اوج زندگی میکنن مجبور شدن مهاجر که کمیال بیشترین از مهاجرا را از ولایت خود فاریاب از ولایت سرپل در خود داخل جوزجان داریم خیلی خوب, خوب، در, مرکز تصف... جان. بلی، در مرکز تأثیر... بله در مرکز جوزجان البته در شهر شبرغان داریم آه. که ما در خود ولایت جوزجان که یکی از ولسوالی است که ولسوالی قشتیپه یا ولسوالی, ولسوالی درزاب است که امیال ما بیشتر از هزارا هزاراتن از, از ماجرین از خانواده های محترم ما فعلا در مرکز شهر در شهر شبرغان داریم که بنا بر مشکلاتی که در روز مخالفین است هم از طالب و هم آه. دایش. به طور مثال مدت دو سال پیش که از جریانی که داعش در داخل درزاب و قشتیپه فعالیت داشتن همی هموطنهای ما بنابر ازی که مردمای کسانی بودن که افرادگراه اینا کسانی بودن که حتی مسجد و مکتب و اونا به بخو خود یا جای جور کرده مکان جور کرده پوسته جور کرده و حتی مردم هم مورد آزار اذیت قرار میدن حتی مورد آزار اذیت جنسی قرار می گرفت خب اونا مجبور و مکلف می که بیاین در داخل جوزجان یا در مرکز شهر شبرقان جای بگیرن حالا این مرکز اینقدر جا داره که بتونه این همه افرادی که از دیگه ولایت ها هم و خود مردم که از ولسوالی ها آمدن مهم. برای از اینا بتونه یک زندگی خوب سره را تامین بکنه یک جایی که اینا زندگی خوب تر داشته خیلی خوب خب ما خب جای مشخصی را باید برای این کسایی که اینا مهاجر شدن مهم. از ولایت سرپل حتی ولسوالی حاقچه ولایت فاریاب و I don't know. و ولسوالی پیشتر که داور شده ما ولسوالی درزا به جای مشخصی بر از نا تا تا در نظر گرفته نشده حالا اینا در کجا زندگی میکنن فعلا کسانی هست. هستن که از خصوصا کسایی که هموطنان عزیز که از ولسوالی قشتیپه و درزا در جای هستن که به طور مثال در قله ها زندگی میکنن آه. به طور مثال در بعضی از سرایا هست که به شکل آه. اتاق است که زندگی میکنن یا در خیمه ها زندگی میکنن یعنی جایی هست که جای هست نیست که در اوجا باید انسان در زندگی بکنه اینی یگانه مشکل چالش های هست که باید درجه دولت مسئولیت داره به خاطر ازی که همو هم وطن ما هست چون که جزئی از ملت از اونها هسته باید توجه جدی صورت بگیره آمار مشخص از این بیجا شدگان داخلی که به خود جاول جان به مرکز آمدن شما بله. داریم خب در کل اگر ما از لحاظ ایمار برای ما بگیم که ما تماس های ارتباطات با خود شورای ولایتی هم داشتم با خود قمندانی محترم امنیه هم داشتم با ریاست شورای صلح و همچنان ماجرین داشتم و بیشتر از ده هزار نفر از ما از ماجر کسایی که اونا بیجا شدن و جاهای شدن اعلام یا ولسوالی کجا زندگی میکنن تنها ما از ولسوالی قشته پا و درزاب داریم و صدها تن از هموطنای ما از جوانهای ما خانواده های مترم از ولسوالی سیاد ولایت سرپول در شهر شبرخان داریم از ولایت فاریاب که ولسوالی گرزوان است بلچراغ است شرین تگاب است که ما در شهر شبرغان داریم خیلی خوب حالا این افرادی که آمدن و به شبرغان فعلا زندگی کنن از طرف وزارت امور مهاجرین تا حالا برای نامنویسی نام نویسی های صورت گرفته کمک های صورت گرفته است از طریق حکومت افغانستان خب از طرف دولت که ما ارتباطاتی که با اونها داشتیم نظر از اونا همین بود که بله بعضی از کمک ها برای زمین ماجرین و کسایی که بیجا شدگان است کمک در نظر گرفته شده ولی ما نمیتونیم با یک کمک کردن برای 100 خانه 50 خانه یا 200 خانه ما تکمیل شویم و. یا بگویم که کمک صورت آها. گرفته ولی کمک هیچ وقت مکمل نیست کفایت نمیکنه ببینیم که ما تنها بیشتر از 12000 خانواده را از ولسوالی پشت در از درزاب در شهر شبرغان داشته باشیم صدها تن از خانواده را از دیگه ولایت ها داشته باشیم پس 200 300 خانه که ما کمک میکنیم یا 500 خانه کمک میکنیم هیچ هست حالا این کمک ها را شما خودتان چشم دید داشتین ما... این کمک ها م... کمک هایی که آمده چه بوده اینا م... کمک ها ما شخصا ما خودم کدام چشم دیدی نداشتیم ولی نظر به شنیدی که نظر به ما گفته رؤسای کنا گفتن ما بعضی از کمک ها را داشتیم درست است ولی ما از طریق رسانه ها اگر از قبیل چه بوده این از قبیل به مثال برنج بوده یا یک قوطی روغن بوده مواد خوراکی مواد خوراکی بوده ولی ما تنها با یک قوطی روغن و یا یک بوجی به مثال برنج و یا هر چیزا نمیتونیم که یک ماجر ما را که شاید نفر و 20 نفر در خانواده باشه و رزنا بدهیم ما تنها تکمیل نمیشه ولی ما جای باید در نظر گرفته شود و یک مکانی باید در نظر گرفته شوه و در اینجا دولت مکلفیت داره کسایی که در اینجا بیجا شدگان است کسانی است که بخ... از خوشی و در اینجا نامده که باید ماجر شود. حتما بنابر مشکلاتی که دایش خبر دارین که بیشترین اوتانای ما را حتی خانایشون اینا چور کردن خانهایشون سنگر ساختن یا هم در زمین از او حتی بایس آزار اذیت قرار گرفتن حتی تفلاره که به سن 8 و 10 و 12 بود که در سن سغارت قرار داشتن اینا هم در در ضمن هم بسیار موضوعات است که باید برای شما یادآور شوه اینا هم به دور عسكر و یایس یا که پیشون تربیت شود پیشون نگهداری قرار دادن حتی از خانم ها را مورد آزار از قرار دادن خود از یکی از واقع نگرانی های هست که امروز ما در سمت شمال خصوصا در ولایت جوزجان داریم حالا تا دو سال گذشته که دو سال به این طرف اوضاع چنین جریان داره امه. در شب خان حکومت هیچ کارکردی تا حال در این رابطه نداشته هیچ پاسخی به شما نداده هیچ دعوت و طور درخواست شما از حکومت نکردین تا بیان اوضاع این مهاجرین را ببینن بیان براینا اینا ها کمک های داشته باشن یا یک تعداد از اینا را حداقل جاگزین بکنن به بعضی از ولایت های دیگه تا اینا بتونن که یک دسترسی خوبتر به مراکز صحی و مراکز تعلیمی داشته باشن تشکر اما اما که برای شما دادن که بیشتر از ده هزار نفره هست اینا از سال دو سال پیش تا به امروز از, از سال های 1395 تا 1395 تا 1397 بود خبر دارین که فعلا ما به نام داعش در ولسوالی در زاب قشتپه نداریم تا امی عملیاتی که از طرف دولت صورت گرفته بود تعداد دایشانی که در او اونا جنگجوهان بود مخالفین بودن و بنابر زد و خوردن دو جانبه یا دو طرفه بیشترین دایشا از بین رفتن و جسداشون حتی در میدان بودند و بیشتر از 280 تن هست دایشیان با جمله حضای خانوادهشان هم از حساب طفل و تمام در مجموع که اونا یک آیله یا خانواده را تشکیل داده بودن در خیمه ها زندگی میکردن در دولت یا تسلیم شدند که تا یک مدت یا در ولایت جوجان در شهر شبرخان اینا نگهبانی می شدند و بعد از و بعد از تصمیم خود حکومت وحدت ملی از طرف مقام ولایت جوجان یا تسلیم داده شد برای خود پایتخت یا مرکز کابل که درجه فعلا نگهبانی می شوند و هم فعلا ما از لحاظ نگرانی که در داخل ولسوالی قشتیپا و در زاب داریم یا در سیاد داریم دایش نیست ولی جایی از نارا فعلا طالب گرفته اشغال کرده یعنی فعلا ما گفتم می میتونیم که حدودا شاید 90 فیصد اگر از لحاظ فیصدی بگیریم تمام جاها مکانی که در روز کسانی زندگی میکنن به دست طالب است یعنی شاید ما تنها مرکز شهر میتونم بگویم که در دست دولت است حتی امکانات نداره که تا به حال بیاید در جاهای ولسوالی که به دست طالب است باید بگیره و خیلی. اشغال بکنه آقای مری فقط ظرف چند ثانیه خیلی کوتاه می خواهیم که درخواست شما را از حکومت داشته باشیم خواست شما از حکومت افغانستان چه هست آه تشکر زنده باشین از اینکه ما هم جزء از ملت یا از کسانی هستیم که شهروند افغان هستیم زندگی میکنیم این حق مسئولیت داریم باید از حق حقوق خود باید دفاع کنیم در تنها حکومت نه و حتی کسانی که در هیجه زندگی میکنن مسئولیت میکنن در رأس قدرت هستن مسئولیت دارن باید کسانی که مهاجر هستند از تنها ما نمیتونیم که از ولایت سرپل و فاریاب و یا خود جوجان بگیم در هر ولایت هستند باید کسانی که مهاجر هستن و بجا شدگان باید بر ازنا کمک داده باید سر سلام از